پرونده زیالحق امرخیل بسته شد پس از آن که رئیس جمهور کرزی کنار رفتن آقای زیالحق امرخیل را از مقامش ستایش کرد و این کار او را یک اقدام مسئولانه خواند کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی شکایت ها در برابر رئیس پیشین دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات را پایان یافته می داند و این کمیسیون پرونده وی را بسته است اما مردم خانه روشن شدن اتهامها. در برابر آقای عملخیل هستند و شماره از نهادهای نظارت کننده بر انتخابات میگن این اتهام ها باید از سوی کمیسیون رسیدگی و شکایت های انتخاباتی رسیدگی شود و اگر این اتهام ثابت شوند و نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شود و خاطر که حقیقت برای مردم افغانستان آشکار شود و کمیسیون دوباره اما جایگاهی که بین مردم داشت اعتماد را بدست آورده باشه باید دوله تنه واه به استیفای اکتفا نه کند ای برسه برسی شوات باید امرخیل محکمه شوات واجب وسازای کاغای امرخیل ها یا تقلب کرده هم باید معلوم شوه اگر نه کرده هم باید معلوم شوه زړه نه د ډاکټره عبد الله په اړه څه خبره کوم نه د اشرف غنی سار یا پاچا کیږي خدای بټاکلې یا غسړای خو مګر هم د غسړایم مخصوص ده ګناګار هم ده کور په کور دښمنانه جوړ پښتو پارټي پیدا کړ په افغانستان کې نه پس دادم بیرتا پاکستان منی سیلار شو ماجرات و, و کو نمیران پریدی. از سوی دیگر لوی سارن ولی یا دادستانی کل در انتظار بررسی های کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی است. اگر شواهد مدارک در ایسه شخص موجود باشه و او شواهد مدارک میتونه که در هر حالت بالا از او تطبیق شود چی در وقت تصدیش چی در وقت ازی که استعفا کرده باشه در سی آقای مرخیل سارنوالی افغانستان کدام نظر خاصی نداره ما منتظر به کمیسیون سهم شکایات هستیم کمیسیون انتخابات هستیم اگر اونا کدام موضوعی دارن و میخواین که موضوع به سارنوالی بسپارن اگر جنبه جرمی داشته باشه ما مداخلت میکنیم آیا واقعا پرونده آقای مرخیل نیاز به بررسی بیشتر نداشت در برنامه امشب انتخابات 93 به بررسی سلام و وقت بخیر و برنامه انتخابات 93 با من امید فاروق خوش آمدید میمانان ما آقای نادر موسینی سخنگوی که میسون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی نعیم از غری مسئول برنامه, های بنیاد انتخابات آزاد و عدلانه و آقای جانداد سپینغر رئیس دیدبان انتخابات هستند بسیار زیاد خوش آمدید آقای موسینی با شما آغاز میکنیم چرا پرونده آقای امرخیل بسته شد از سوی که شما بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما دوستای عزیز حاضر در این بحث و ملت عزیز و شریف افغانستان در رابطه با موضوع جناب آقای عمرخیل صاحب به همون قسمی که ما از اول هم اعلان کردیم سه مورد شکایت در کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی درد شده بود یک شکایت از طرف مردم سروبی درد شده که مردم سروبی گفته که با مسئله ای که در روز انتخابات پیش آمد ما از حق رایدهی خود محروم شدیم و شکایت دیگه ای را خود جناب آقای عمر خلصه مطرح کردند و ثبت کردن مبنی بر مداخله پلیس در عدم ارسال اوراق رایدهی به محلاتی که اینا قرار بود اوراق رایدهی در روز انتخابات ارسال کنه موضوع سوم شکایتی بود که از طرف تیم اصلاحات همگرایی درد شده بود و در او شکایت اینا خواستار به تعلیق در آوردن وظیفه جناب آقای عمرخل شده بود بیشتر از این نسبت به این موضوع شکایتی در کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی وجود نداره بنابراین موضوعی مربوط به سروبی خب بی یک موضوع کلی است که ما ایره همراه کمیسیون مستقل انتخابات هم مطرح خواد کردیم و در زمانش به این موضوع پرداخت خواد شد در مورد شکایت جناب اگر امین نکتر رو واضح بسازین که شکایتی که از سوی مردم سروبی در شدن در برابر کی بود؟ اونا در کل مطرح کردن مطرح کردن چون مربوط به همون قضیه روز انتخابات میشه که عدم ارسال از این اوراق باعث از, از ای شد که ما نتانیم رأی خود استعمال بکنیم اما شکایت دوم که از طرف تیم اصلاحات همگرایی درد شده اونا در شکایت خود خواستار به تعلیق در آمدن وظیفه جناب آقای خیل شده که با استعفای جناب آقای عمرخیل این موضوعا ای شکایت منتفی میشه این را هم اگر اشاره کنین که بنا به چه موارد درخواست شده بود که وظیفه آقای امرخیل به در بیاد خب اینا به این خاطر که جناب آقای امرخیل در این حادثه هم که رخ داده یک نوع دخالت در امور انتخابات هست و ممکن هست ما در آینده اگر جلسات رسیدگی دار شوا دفاعیات را داشته باشیم ولی وقتی که جناب آقای امرخیل از وظیفه خود استفاده داده بنابراین این شکایت موضوعا منتفی میشه یعنی حالا اگر یک بررسی کلی داشته باشیم بله آقای محسنی ارسی شکایتی که درد شده برمیگرده به قضیه روز انتخابات میان آقای مرخیل و فرمانده امنیه کابل شما در مجموع گفتین که بحث آقای امرخیل یا پروندهش دیگر بسته شده و نیاز نیست که رویش کار شود. من چیزی در... چیز رو نگفتم ببینید شما اگر صحبت‌های در اخبار هم ما که دیدیم و چیزی که ما صحبت کردیم دقیقاً ها به همین سه موضوع ما اشاره کردیم امروز بله در همین سه, بله. سه مورد هم من داشتم میگفتم که در همین سه مورد دیگر پرونده آقای امرخیل بسته شده و بعد از این هم که شما گفتین شکایت بسته شده ببینید موضوع شکایت جناب دکتر صاحب عبدالله بله. تیمش این بود که وظیفه جناب آقای امرخیل به تعلیق در بیه که این با استفای جناب آقای عمر عملی شد یعنی موضوعا منتفی شد چیزی که ما امروز گفتیم هم همین رو گفتیم نه اضافه تر از این بله پس انوس هم اگر فکر میکنین که بسته نشده و این موارد را من منتفی ممکن... روی چی چیزی <تصفح> میخواین ببنید... کار کنین که رب داره با آقای ببینید هر چیزی که در کمیسیون شکایات انتخاباتی باید روی زو کار شوه برای یک مبنا باید آغاز پیدا بکنه و خاتمه پیدا بکنه در مورد شکایت هایی که مطرح شده بود فعلا موضوع کمیسیون شکایت انتخاباتی است. اما اگر موضوعات جدیدی پیش میه و شکایت یا ادعای دیگه ای وجود داشته باشه که او در چوکات قانون قابل طرح باشه او موضوع در وقتی که مطرح شوه او وقت قابل بحث است و دقیقاً را که من مطرح کردم که گفتم البته شما پرونده را تعقیب نمی‌کنین مشخصا در همین سه مورد بود و بعد از هم تا حال که نظر به گفته که شما شکایت در درد نشده در برابر آقای امرخیل مشخصا همین سه موضوع باز هم تکرار میکنم که ربط میگیره به روز انتخابات اون جنجالی که پیش آمد مردم هم انتظار نتیجه را دارن دین هم نماینده کمیسیون شما یا رئیس دبیرخانه که شما گفتن که بزودی اعلام میکنن که دریافت های شما چی می‌باشند. معلوم شد که در قضیه روز انتخابات که این سه مورد را در بر میگیره کدام طرف واقعا بر حق بوده و کدام طرف مقصر ببینید در رابطه با شکایت جناب دکتر سب عبدالله تیمش فعلا حداقل موضوع همین است اما در موارد بعدی اگر تحت رسیدگی قرار بگیره باز هم پای جناب عمر خلص میان کشیده شد در اون صورت باید ایشان جواب خود در هم موقع ارائه بکنه بازم تکرار میکنم که در این سه مورد که شما باز کردین پرونده رو روی چی چیزهای کار کردین خب ما در مورد شکایتی که از طرف تیم اصلاحات و همگرایی صورت گرفته دفتر ولایت کابل ما تحقیقات ابتدایی خود شروع کرده شروع کرده بودن یعنی در او وقت قبل از اعلام استعفای جناب عمر صاحب و مکتوب را به آدرس طرفین شکایت ارسال کردند و خواستار معلومات و وضاحت بیشتر شدن تا شکایت خودم بیشتر مستند بسازه و قوی بسازه و ای برای جلسه علنی که به این منظور گرفته می شود آماده شود ولی فعلا خوی موضوع منتفی شده در مورد نوارهای سوتی که پخش شد از ستاد انتخاباتی آقای عبدالله موقف شما چیست؟ یعنی شکایت تا حال درد نشده برای که در این مورد هیچ نو شکایتی درد نشده و چنانچه در این قسمت شکایتی موجود باشه طبیعی هست که با مطابق احکام قانون با موضوع برخورد خواد کردیم خیلی سپاس آقای اسپینغر واقعا فکر میکنین که <تصفح> تا ای که شکایت نرسه اینا کار هم انجام نمیتن و ای که میگن واقعا نیاز است که بحث آقای امرخیل در مورد نوارهای سبتی که ادعای سطح انتخاباتی آقای است باید پیگیری شود تشکر سلام خدمت شما میمان که در بحث هستن و سایر بینندگان عزیز کمیسیون شکایات یک مرجی بسیار مهم است و مخصوصا در این مقتی اساس ضرور است که اینا ابتکار عمله به دست بگیره و به قضایای حساسی که است اینا پاسخهای منطقی داشته باشه تا مشکلات در حد ممکنیش حل شود کمیسیون شکایت مطابق با قانون انتخابات ماده 62 صلاحیت دارند تا در صورت اطلاع از یک مشکل انتخاباتی از یک قضیه انتخاباتی به ابتکار خود و قضیه را دنبال دنبال کنه و در روی اجرا داشته باشه از نظر موضوعی درست است موافق هستم با آقای. موسینی که در صورتی که موضوع یک شکایت منتفی میشه این دقیق است که اینا در این رابطه اجرات بیشتری کرده نمیتونند اما حساسیت بعضی از قضایا در حدی است که ضرور است کمیسیون شکایات در رابطه اجراتی بیشتری را داشته باشه اجرات مستقلانی را داشته باشه و معزی از تغییر موضوع یا از بین بردن موضوع شکایت از بین رفتن دلیل شکایت باید اینا قضایا را بسته نکنند از طرف دیگه خود آقای مرخیل هم من یک فرد است و حقوقی دارد حقی از اینا است که اگر اتهامی بالایشان وارد شده این هم باید به با او پرداخته شود اگر نیاز است که اونا هم چون این مسئله را کردند از این اتهام علاقه مند که اونا مبراش هست شناخته شود حالا اگر مشخصا اشاره کنین که در رابطه با نوارهای صوتی آقای محسن میگن که شکایت نزدشان درج نشده و میخاطر هم نمیتونن اقدام میکنن پس از چه های این پیگیری شود چون بس است بس است که اگر ثابت شود و یک خوب مردم هم شما شنیدین که خان عزیز که باید ثابت شود که آقای مرخیل واقعا صدا از است یا نه آنی کاملا، من پیشتر گفتم ماده 62 را استناد کردم اگر شما متوجه باید. شده باشین به زمین اطلاع اینا باید ابتکار عمل را دست بگیرن و به ابتکار خود و قضیه را بدون از اینکه شکایت درد شود و این طرف از صلاحیت های کیمزون شکایت هست؟ کاملا و از طرف دیگر شما میبینین که اینجا نواری که نشر شده از هر دو طرف با اصطلاح میتونه از هر دو بود برش ببینیم نواری که نشر شده با اصطلاح ثبت مکالمات یک فرد به اساس قانونی اساسی تا بنی هم خود داره که این بودم نیاز به بررسی داره که کمیسیون شکایت مکلف از به این بودم بپردازه و از القیاس در رابطه با اینکه این مسئله چقدر راست است دقیق است یا نیست هم باید این قضیه را بررسی کنه و به این بپردازه ما فکر میکنیم قانونی مکلفیتشان است، مسئولیتشان است و, مسئولیت و این کار باید بکنه. خیلی سپاس. این شد در مورد نوارها. بعضی را در آغاز مطرح کردیم با آقای محسنی بس جنجال روز انتخابات بود. میان آقای امرخیل و فرمانده امنیه کابل. اینو میگن به خاطر از اینکه آقای امرخیل از کنار از کار خود کنار رفتن یا از وظیفه خود کنار رفتن، دیگر منتفی میدونن. زمانی که بس تقلب مطرح می باشه، ولی یک مقام کنار میره باید منتفی دانسته شود پرونده در موردش خب ای این به این معنا نیست که وقتی اونا کنار رفتن طبعا کمیسیون شکایات دوسیه یا قضیه از اینا را تحت بررسی دارند ولی کی قضیه را چقدر اینا تقدم میتن آل برش میپردازن بعدا برش میپردازن منتظری دریافت شواهد و اسناد بیشتر هستند چون کمیسیون شکایات ها هم به محض اطلاع نمیتونه که در یک مسئله قضاوت بکنه بعد از اینکه اینا اطلاع اینا مجبور هستن رسی های مستقلانی خود داشته باشند اطلاعات از منابع مختلف جمع بکنن تا اطلاعاتشان تکمیل شد به قضیه بپردازد آیا, 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 م... آیا, موافق هستن که تصمیم دقیقی بوده در این مورد مشخصا خب بس روز انتخابات همین سه مورد رو در, در بر میگیره که شکایت در شده در همین مقطع زمانی منتفی دانسته شد من فکر می یک چیز تفاوت فرق بکنیم این یک تصمیمی اه 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 یک فیصله نبوده در رابطه با قضیه و آقای امرخیل که اینا گرفته باشند یک تصمیمی بوده در رابطه و تعقیبی از این قضیه تقدم و تاخر دادن برای از این قضیه من فکر میگردم خود آقای موسینی باید این را واضی ولی من این بررسی میل شوه بله باید بله. منتفی دانشه موافقین به نظر من بیشتر گفتم دوسیه را به این صورت ن وابسته کرده نمیتونند دوسیه را بعد از بررسی تکمیل شوه بعدن فیصله صورت بگیره و اون فیصله باید نشان بده که نیاز است ای دوسیه پرونده بسته شوه و یا هم در این رابطه باید اجرات بیشتر و یا یک تصمیم گرفته شا اینا صرف بررسی رو به بر نظر من معقول کردن و یا به یک دوران دیگه و یا برای فعلا منتفی دانستن دوام بررسی رو در این زمینه ولی یک فیصله نیست بله در همین مقطع زمانی واقعا موافق هستین که تصمیم خوبی بوده این من فکر می کنم اینا باید وضاحت بیشتر بتن ما موافق نیست مو بوده مسئله نی بسیار حساس است یک مقطع بسیار حساس ما قرار داریم و هر قضیه خوردیم که وجود دارد اگر وضاحت لازم در ایجاد نشه با قناعت مردم در رابطه به اون قضیه پرداخته نشه طبعا این کمک نمیکنه برای برای احیای اعتماد مردم بالای پروسه بنان ما فکر میکنم مسلحتا ضرور بود که با ای در رابطه به این قضیه اجراتی صورت بگیره و با قناعت مردم پرداخته شد خیلی از غریب دیدگاه فیفا یا نهاد شما این بوده که باید پرونده آقای امرخیل پیگیری میشد معلوم میشد که واقعا مقصر هستن یا نه فکر میکنین که از کدام مجرا باید این کار میشد دلیل آقای ماسینی را شما شدین که خوب شکایت درد به نام خدا و عرض سلام خدمت شما و میمان های دورمیز و همچنان بینده شبکه جانی تلو البته دیج بس اه اه شکایت هایی که از طرف یک ستاد علی کمیسیون رئی رئیس خانی کمیسیون انتخابات شد و و اتهامات که علی او بود ای اتهام از یک طرف به فرد میرسه و از طرف دیگه به نهاد میرسه که بخش مهم از این نهاد است که خود کمیسیون مستقل انتخابات یک نهاد ملی است که خود نهاد هم ده ایجه صدمه دید در صورت که وقتی که رئیس دبیر خانیش متهم به یک عمل شد ای که او عمل تا چه اندازه ثابت شده میتونه یا ثابت شده نمیتانه این بحث جدا است اما امی اتهاماتی که بالا یوزی شده واضح است که خود نهاد در اینجا مطرح است و همچنان مردم افغانستان که اعتبار مردم افغانستان از بالای ای تا این دو نهاد ها این ها کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی که کمیسیون مستقل انتخابات البته مدیریت انتخابات هم میکنه و کمیسیون شکایت انتخاباتی سیانت از آرای مردم و همچون مشروعیت انتخابات ها. که این اعتبار از این نهادها هم مهم است و بر مردم افغانستان باید این واضح شود که واقعا این نهاد ها با اعتبار هستند در آینده تا در آینده در انتخابات ها یا چه کاری باید صورت می گرفت خب امیر که نهاد شما میخواید که این پرونده تعقیب شود تا بالاخره معلوم شود که حرف ادعا درست بالکل. بوده یا اشتباه بوده بالکل. حالا سوال است که نهادی که میگن که شکایت ها را بررسی میکنن و در رابطه با شکایت های انتخاباتی اینا میتونن تصمیم بگیرن اینا میگن که شکایت درد نشده نمیکنن این کار را پس چه, چه خب البته واضح پیشتر آیس پیلقرم اشاره کردن کمیسیون شکایت انتخاباتی واضح است در صورت موجودیت شکایت خب امر حتمی است که اونها رسیدگی میکن و شکایت اما در موارد که شکایت موجود نباشه قسمی که گفتم که سیانت هزارای پاک مردم دارند وظیفهشان است بناد بنا مطابق به ماده 62 بند یک قانون انتخابات اونا مکلفیت دارند که در مواردی که به محض اطلاع از یک تخلف یا از یک تخطی در امور انتخابات یا یک ناانجوری امور انتخاباتی اونها میتونند پیگیری کنند تحقیقات خود داشته باشند تا اینکه به او مسئله بیشتر دخیل هستین در مسائل انتخاباتی به بان بانوان نهاد نظارتگر جدای از که میسون شکایت انتخاباتی نهادهای دیگه این قضیه را میتونن پیگیری کنند؟ اصلا ق... البته قانون با تماما موارد ناهنجاری و تخلفات انتخاباتی را به صلاحیت شب با کمیسی شکایت انتخاباتی من محکمه انتخاباتی داده البته اگر موارد تخلفات انتخاباتی از حد تخلف انتخاباتی بیرون میشه و به جرمی پیدا میکنه واضح است که با مشخصاً در همین موارد ببنید. در این مورد باز هم گفتم به کمیسیون شکایت انتخاباتی بر بگرده بعد از داشت اسناد و شواهدی که بر اونها میرسه بعد از برسیه های از به کمیسیون شکایت انتخاباتی واضح میشه واضح که شکایت دشت نشده در کمیسیون شکایت انتخاباتی جدای از این میشه این قضیه را پیگیری کرد؟ میشه که پیگیری گفتم با. دلکه دلکه باید پیگیر که چون وظیفه مکلفیت کمیسیون شکایت انتخاباتی است که به محض اطلاع از یک یک حادثه ولو که شکایت درد نشه باید اونا قضیه را پیگیری کنند خلاص آقای محسن شما شنیدین در مورد نوارهای صوتی هر دو مهمان ما دیدگاهشان است که جدای از اینکه شکایت در شود شما باید اقدام کنید چون مسئولیت شماست و در مورد بحث روز انتخابات که سه شکایت را در بر می گرفتم آقای اسپینگر گفتن که باید هر موضوع معلوم شود بر مردم افغانستان آخرش چی میشن چون بس تقلب در اونجا هم مطرح بود هر دو طرف یک طرف میگه که از حق رای محروم شده دیگه طرف میگه که تقلب صورت گرفته از جانب دبیر رئیس دبیرخانه به نف نامزد دیگه ادعا این باید معلوم بشه ببینید شما یک مقدار موضوع را یک کمک گوری دیگه طرف میبرید ما پیشتر گفتم راجع به موضوع شکایت تیم اصلاحات و همگرایی موضوعا موضوع منتفی است جناب اسپین غیر از حساب امیر تایید کردند چیزی که موضوعا منتفی باشد از نظر حقوقی وقتی که موضوع موجود نباشه قابل بحث نیست اصلا یک گپ یعنی محتوا و مفهوم و, م، و و منطوق شکایت تیم اصلاحات همگرایی کنارگیری یا به تعلیق در آمدن وظیفه جناب عمر خلصه بود که این موضوع منتفی شده سایر مباحث و موضوعات انتخاباتی طبیعی هست که باید نسبت به هر مورد تصمیم گرفته شود کار شود، تحقیق شود و نهایتش بالای از انا یک فیصله صادر شود در رابطه با شکایت مردم سروبی قطعا کار خواست شد در رابطه با موضوعی که جناب امرخید صاحب دخالت پلیس را اشاره کرده در او, صورت در او مورد هم کارهایی صورت میگیرد و طبیعتا در مرحله اولی موضوع چون ولایت کابل است مربوط به کمیسیون ولایتی شکایت انتخابات میشه و قطعا در این رابطه در آینده چون رسیدگی ها علنی نیست در این رابطه همه موضوع در حضور ملت افغانستان بس بس را بودن تنها در مورد ادعای ستاد انتخاباتی آقای عبدالله فقط, مورد دیگر فقط را او مورد میبره. بله فقط او مورد چون موضوعا منتفی شده ببین موضوعی که وجود نداشته بب. باشه از نظر حقوقی کاملا او از بین رفته تلقی میشه بنابراین اینالا آمدیم سر موضوعی که نوارهای صوتی ببینید اما پیش از این که برین دو موضوع دیگه پیگیری میشه از سویش قطعا اونا پیگیری میشه اونا ببینید موضوعی مثلا در جریان است بله موضوعی مثلا شکایت مردم سروبی یعنی محرومیت از حقوق اساسی شان خب که یکی از حقوق مدنی سیاسی مردم افغانستان هست در اون صورت قطعا ما بحثایی را همراه کمیسیون انتخابات خواه خواهیم داشت و مواردی که مربوط به این میشه کمیسیون ولایتی ما تعقیب خواهد کرد اما راجع به موضوع دیگه که جناب عمر به ادعایی را کردن در اون صورت ما ببینیم که باز هم آیا هنوز هم جناب آقای عمر و حاضر است که موضوع دنبال شود و تحقیب یا نه چون مدعی است یک وقتی, یک وقتی در اونجا بحث تقلب مطرح است اگر اونا مدعی هم نشه خب یک طرف ادعا کرد که آقای عمرخیل صندوقها را انتقال آهای میدوند آقای عمرخیل مدعی تقلب, تقلب است با... از طرف پلیس نشده آقای عمرخیل با... مدعی شده که پلیس وظیفه خود انجام نداده و مسائل جنبی دیگه ای که و بیشتر هم جنبه جرمی پیدا میکنه اینال اگر مدعی خودش از ادعای خود صرف نظر بکنه حاضر به ادامهش نباشه قضیه با یک طرف پیش برده نمیشه حالا آقای محسنی با ما مزد... در مشخصا در مورد روز انتخابات هیچ شکایت در رابطه با اینکه خب تقلب بوده باشه امین کار درد نشده فقط آقای بله محسنی صرفا... دیگه داشته مردم سروبی گفتن که از حق رای مرو میشن ولی همه از ازنا... عبدالله گفتن که کار آقای ولی همه از اینا به یک حادثه مشخص و معینی ارتباط پیدا میکرده که جنبه انتخاباتی داشته یعنی او صورت اگر در حالتی که جناب عمر خل صاحب هم ادعای خود ادامه بده اسناد و شواهد را بخواه ارائه بکنه در اون صورت ما قطعا مکلف هستیم قسم که دوستا همیشه را کرد شکایت را به نهایت برسانیم در صورتی که مدعی منصرف میشه در روز صورت اگر جنبه غیر انتخاباتیش بیشتر باشه ما هیچ لزومی نمیبینیم که ما به مسائل جرمی هم بپردازیم وظیفه ما هم نیست شا... نهایتش بله شا... نهایتش شا... یک لازم نهایتشی نهایتش این موضوع را ما محول میکنیم به ارگان ادلی و قضایی تا اینا تحقیق بکنه که پلیس وظیفه مسلکی و وظیفه ذاتی خود انجام داده یا نداده و, اگر و نداده... شما نمیخواین انجام بتین یا تعقیب کنین که بالاخره این حادثه ای که پیش آمده در عقبش بحث تقلب بوده یا نبوده و کی میخواست تقلب کنه خب اینجا بستگی داره به انکشاف موضوع ممکن است اگر موضوع انکشاف در جلسات علنی که برگزار میشه موضوع انکشاف پیدا کنه ممکن است به جنبه های دیگه هم قضیه بر بگرده و نهایتش زوایای دیگه که هنوز معلوم نیست صرفا فعلا شکایت است و ما تحقیقات مقدماتی خود میکنیم در جلسات علنی کل مردم افغانستان واضحی را خواهد دید اما راجع به موضوع نوارهای سوتی در این رابطه یک ما چی هست که یک جنبه قضیه ای هست که در اینجا مدعی مشخص است که تیمی که ادعا داره او مشخص است اینجا اگر قبول دارم ماده شست و یکی قانون انتخابات در این رابطه صراحت داره که کمیسیون انتخابات شکایت انتخاباتی میتونه به ابتکار خود به خی... محض اطلاع برخی موارد انتخاباتی را تحقیق بکنه و رسیدگی بکنه ولی در اینجا مسئله اطلاع مطرح نیست در اینجا مدعی وجود داره و از طرف دیگر این قضیه جنبه های جرمی دیگه هم در این قضیه موجود است مسئله همون قسم که جناب اسپنگرد صاحب هم اشاره کرد مسئله ای که شنود مکالمات تلفنی آیا از طریق قانونی بوده یا غیر قانونی بوده بچه چی دلیلی کار انجام شده بعد از طرف دیگه اما آیا اما میتونه محسنی تنها بس انتخاباتی که شما بیشتر میگین مربوط شما میشه خب نظر به ماده قانونی که آقای اسپینگر گفتن و شما مشاوره کردین که ماده 61 قانون انتخابات نظر به این شما صلاحیت نمیتین خود را که خب ثابت بسازین که واقعا ما خب، فعلا در منتظر هستیم ما ف... چون در این موضوع مدعی مشخص وجود داره در صورت در حالتی که مدعی مشخص موجود نبود در اون صورت خب ما من حیث مدعی عموم میتونستیم اما قسم که در ماده 61 قانون انتخابات هم ما در خود ما وارد عمل شیم ولی در حال حاضر نسبت به این موضوع مدعی مشخص وجود داره شاکی مشخص وجود داره ما منتظر هستیم ما خو نمیتونیم کاسه دختر از آش باشیم ما باید منتظر میشینیم که آیا کسایی که زینف از زی قضیه هست آیا کسایی که اونا احساس میکنه که از این موضوع متصرر هست و خودشان هم ایر اعلان کرده آیا دی ای قسمت شکایت را درج میکنه یا نمیکنه در اون صورت در صورتی که اینا از کنار از یک قضیه گذاشتن در اون صورت باز موضوع برمیگرده به کمیسیون شکایت خلاص آقای در مورد نوار صوتی اینا میگن که خب در مورد جرمیش نمیتونن کاری انجام بدن اما در مورد انتخاباتی هم منتظر شکایت میتونن باشن با اون ماده قانون هم که شما گفتین توضیح در موردش آه ما فکر میکنم آقای موسینی را پذیرفتن که قضیه دنبال میکنن ولی یک چیز فراموش نکنیم بررسی بعضی قضایی ها شاید بسیار وقت باشد ظرفیت و توانایی فیلی کمیسون در او حدی نباشه که قضیه را در آین واحد، بررسی ها را تکمیل بکنه و دو فیصله داشته باشه ولی به با هیچ وجه قضیه بسیار حساسی در مورد بس... انتخاب بس انتخاباتیش گفتن که مراجعی کش... یعنی که یعنی کسانی که ادعا دارن باید شکایت کنن که اینا دنبال کنن نه ما فکر میکنم بعضی می خاطرم در قانون ایوزاحت وجود داره و این صلاحیت برای کمیسیون شکایات داده شده حکمتی از بوده که در بی بعضی حالات شاکی موجود نمی باشه ولی یک قضیه بسیار حساس است دنبالش برای برای اعتماد پروسه برای حفظ اعتماد پروسه بسیار ضرور است و کمیسیون شکایات چون مرجع قضایی و نظارت کننده بر پروسه است به همین دلیل این صلاحیت استثنایی خاص برای در قانون داده شده است که یک موضوع شاید چاکی وجود نداشته و بسیار مخرب باشه ای 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 نیاز بررسی از او ضروری است اگر نه میتونه بالای پروسه سایه پرته اعتبار مردم به اصطلاح م... کاهش به سر پروسه بنان منطقی از این ماده به همین دلیل است که کمیسون باید در این رابطه ابتکار عمل داشته باشه ولی ما یک چیز ما توقع ما اینا نباید منتظر از این باشن که خب در بعد انتخاباتش کسی بیا شکایت درچ نه نه به این دلیل به هیچ وجه به ما, ما موافق نیستم و من فکر میکنم آقای موسینی هم موافق هستند که در صورتی که یک قضیه واضح متخلف انتخاباتی از شکلش و یا نیازمند بررسی است اینا به ابتکار خود مسئولیتشان است که این کار بکنن و او قضیه بپردازن اما یک چیز فکر میکنم که, که حالا که شکایت انتخاباتی اون نکته را که شما اشاره کردین داره پیگیری میکنه ما امیدوار هستیم که را پیگیری میکنن و, و چرا توقع مردم است و در قانون مسئولیت کمیسیون شکایت است که قضایی ها را دنبال میکنه اما یک چیز را ما باید چیز نکنیم چرا نوار که نشر شده واقعا بررسی ازی تثبیت ازی و بررسی تمام از این نیازمند یک مقدار وقت است حالا یه صلاحیت های کمیسیون شکایت است شکایت است که در این وقتی اساس با این قضیه بسیار اولویت میته و سرعت میته بررسی های خود در این مقطع و یادریج بررسی هایش از سلو میکنه های مهمتر دیگه است که اول به اون میپردازه حالا چه فکر میکنین که قضیه مهمتر از این وجود داره بحث انتخابات است بحث تقلب که خب پروسه را میتونه ما باور دارم, دارم که قضایه مهمتر از این وجود داره و این است وجود داره ای که بعضی قضایه را بیشتر دوستای مدباط مدباطی تر میسازن مهمتر می او دیگه مسئله است قضیه مهمتر از است که ادای که آمیال شکایتی که درد شده در رابطه با آرای در بعضی ولایات که گویا آرای واقعی نیستن در او رابطه بسیار مهم است که کمیسونا برن چون جنجال اصلی اونجاست. است قضیه دقیقاً کس که ادعا داره میگن که امون آرای واقعی هم که وجود نداره ناشی از امین مسئله است که افراد بلند در تقلب دست ببینین فرض میکنیم ما ام ای قضیه این قضیه تثبیت هم کردیم ملامت هم معلوم شد بازم این قضیه واحد نمیتونه مشکل حل کنه مشکل اصلی است که ما بریم از طریق مکانیزم قانونی این ای قضیه در, در... در... نهایت ما را به یقین تبدیل خواد کردیم مسئله را که واقعا در بعضی از ولایات تقلب جدی صورت گرفته و بعد از او باز هم یک, یک عمل دیگه باقی میمانه او عملی است که باز کمیسیون شکایات باید فیصله کنه و کمیسیون انتخابات هم وظیفه بتا که بره اثر شمارش کنه یا اثر انتخابات بکنه یا راهی مکانیزم های دیگه را استفاده بکنه بینان باز هم میبینیم که اینجا مسئله اصلی پاک کردن آراز قضایه است که یا شکایات است که بیشتر مربوط به مسئله پاک کردن آراز که او به نظر من مهمتر از این مسئله است این قضیه, قضیه اگر اینا به تاخیر بررسی بکنن ولی یک مسئله است که ها حتما باید بررسی بکنه تقدم و تاخیرش به نظر من زیاد مهم نیست پس. از وقفه کوتاه این بحث همچنان ادامه باز هم خوش آمدید آقای از غریب شما موافق هستین که ممکن قضایای جدی تر از این مسئله وجود داشته باشه و کمیسیون شکایت انتخاباتی باید ابتدا با اونا بپردازن نه خب اولویت بندی خزایای رسیدگی به شکایت برمی گرده به خود کمیسیون شکایت انتخاباتی چون نهاد مسلکی رسیدگی به تخلفات و تخطیه انتخاباتی کمیسیون شکایت است واضح است که موارد دگه جدی هم در پروسه وجود داره که ما شما شاهد هستیم که پنج ولایت کمیسیون انتخابات تصمیم گرفته که نمونه گیری کنند و نه آرایش اثر شمارش کنند که ای خودش موضوع بحث پیشتر ما واضح است که یک بخشش برمیگرده به می موضوعات یعنی ما وقتی که سر نخه پیدا کنیم ما میره باز هم میریم بررسی ها اونم تقلبات باید بکنیم که یا تقلبات صورت گرفته ما به نظر شما بله این هم یکی از بخش های تقلب است و ممکن بلک که بلک حتی پروسه انتخابات را زیر سوال یعنی پروسه انتخابات ای من است که سر بحث ما گفتیم که سر از این بس شوه و کمیسیون شکایت انتخاباتی در این رابطه تصمیم بگیره و پیشتر هم اشاره کردم که در اینجا بحث افراد نیست بلکه بحث نهاد است وقتی که اتهامات بالای یک فرد بلند رتبه کمیسیون میشه و او پیگیری نشه این اتهام سر خود نهاد است اینال اتهام سر نهاد است باید سینمو اتهام که سر خود نهاد میشه اونو اتهام پاک شود و پولی از است که خود همین تخلفات و تخطی های که در بلد مختلف شما در وضعیت فیلی بسیک مطرح شده در مورد تقلب یک طرف و یک ستاد انتخاباتی میای ادعای خود را مطرح میکنه و نوارهای صوتی را به با عنوان س... اسناد مطرح میکنه از این کرده دیگر نمیشه قضیه باشه که کمیسیون شکایت کار کنه بالاش خب پیشتر هم بحث شد که کمیسیون شکایت انتخاباتی به هیچ وجه از پیگیری از این قضیه دست, دست نمیار داره واضح است که این پیگیری خواد کرد البته نیاز به زمان دارد چرا اثبات همین که نوارای سوتی را بس ثابت بسازه که واقعا این نوارای سوتی ساعت و سقمه ازی ثابت بسازه این یک مدت زمان کار داره و ما شما می فهمیم مطابق به تقویم انتخاباتی زمان رسیدگی اعتراضات بله به نظر شما یعنی دیدگاه نهاد شما چیست که در قدم نخست کمیسیون شکایت, شکایت های انتخاباتی چه کار را انجام بده زمانی که چون این وضعیت پیش میاد یک طرف یعنی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به خاطر ادعایی که داره اسنادی که ارائه میکنه میگه کی باید ثابت شوه میای رابط خود را به تعلق در میاره با کمیسیون های انتخاباتی از این فکر میکنین که موضوعی با اهمیت میباشه که کمیسیون روش بپرده البته ادعای صدا دکتر صاحب عبدالله یکی بود که به تعلق آوردن کار آقای امرخیل بود و و همچنان اشتراک و نمو اشتراک مردم که کمیسیون انتخابات گفته بود در او میلیون در این رابطه وضاحت خواسته بود که این موارد بود که موارد اولش اون نمو موضوع آقای امرخیل بود که اونا استفاد دادن که قسم که آقای موسینی هم اشاره کرد لازموزی خود چیز خلاص اما از لازیزی که اتهامات بالای زوی هست هم اتحام بالای خود آقای امرخیل هست و هم چون آقای امرخیل یکی از مقام بلند کدام بل نهاد باید کار را انجام بده آقای موسینی گفتن که این نکته را به دو دسته تقسیم میکنه بله. بحث جرمیش و بحث انتخاباتیش آقای امر آمدن گفتن که صدا جلیس به خاطر روند ملی صد منوی را میرند کنار آه. بعد آقای عبدالله در همون روز در نشست خبری خود گفت که مطمئن است که صدا تقلبی نیست آه. حالا یک نهاد دگه امنیتی بیا ایر از لحاظ جرمی یا که نهاد قضایی و عدلی و قضایی بیا این را از لحاظ جرمی بررسی کنه یا کمیسیون های شکایت ای باز هم به با کمیسیون شکایت انتخاباتی برمیگرده به نیست محاکمه انتخاباتی که اونا خودشان بررسی میکنند یا به یک نهاد متخصص دگیر واگذار میشند اما به هیچ وجه چون انتخابات یک پروسه که تقویم بندی زمان بندی است زمان نمیشه که از دست بتیم که ما سر یک قضیه کمیسیون شکایت انتخاباتی تماما نمی زمان که برای رسیدگی به بر شکایت سپری کنه و قضایای جدیتر دیگه که در, در نتایج آرا تاثیر داره او شنیدین که از هر لازم که شما فکر کنین قضیه بر میگرده به عمل کرده شما یک نکته و از لحاظ اهمیتی هم که بیشتر آقای اسمینغر اشاره کرد بالا آقای ازغری هم اشاره کردن که موارد باهمیت باید در قدم نخست بررسی شود در نزد شما فکر میکنین که موارد بیشتر از این باهمیت وجود داره بررسی ببینید در کتاب های شکایات مطابق طرز عمل ثبت و رسیدگی به شکایات انتخاباتی ما شکایت را به چهار دسته تقسیم میکنیم یک دسته یا دسته الف شکایت هایی هست که در جزو شکایت ها احساس میشه بالای نتیجه انتخابات اثر مستقیم داره یعنی آرا را کم یا زیاد میکنه و شکایت اگر به اونا رسیدگی صورت بگیره کتگوری های بعدیش مواردی هست که مثلا یک کارمند تقلب کرده باید با او رسیدگی شود و تصمیم راجع به او کارمند گرفته شود یا موارد دیگه ای که ارتباط پیدا نمیکنه با کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی ولی ثبت شده من حیث یک شکایت در اینجا نم قسمی که جناب اسپینگر سبب اشاره کرد در این که یک مشکل انتخاباتی است یک موضوع انتخاباتی است شکی نیست اما این که مستقیما رسیدگی به همی موضوع آیا منجر به کم یا زیاد شدن آرام میشه یا نه این موضوع است که در اولویت بندی های شکایت ایرا تعیین میکنه که به نظر ما اینجش مسئله رسیدگی به اتهامات هست بالای یک شخص یک فرد به جنبه انتخاباتی داره که نسبت به موارد انتخاباتیش ما باید تصمیم بگیریم ولی خود تصمیم گیری نسبت به شخص آقای عمرخیل یا ادعاهایی از اسواتی که صورت گرفته روی میزان رای که چقدر اگر این اثبات شود چقدر رای کم میشه یا زیاد میشه تاثیر نمیمونه بلکه شکایت های دیگه هم وجود داره و هست که مثلا ممکن بله ممکن شکایت های درش, درش نشده باشه که بتونه ثابت کنه این قضیه ای را که خوب در آقای امرخیل دخیل باشه بنا به ادعای که انتخاباتی آقای عبدالله میکنه فکر نمیکنین که ممکن اگر این را بررسی کنین شما دست بیابین به تقلبات یا که خب بر شما عداقل به عنوان یک نهاد واضی شوه که واقعا عمل کرد یک فرد که یک طرف بالاش ادعا منجر به تقلب شده یا حالا طرف ادعا میکنه که تقلب و گسترده با عمل کرد این فرد صورت گرفته و یکی از طرف ادعا میکنن که به میخواد و در آوردن ببینید دی بستگی داره به محتوای شکایتی که درج میشه ببینید ما پیشتر گفتم میگید حالا شما گفتین که شکایت درج نشده حالا اردو مهمان ما گفتن که بدون از اینکه در جمع خب شوا شما باید پیگیری کنه خب یک لحظه گوش کنید وقتی که شکایت درج میشه از محتوای شکایت پیداست که این قضیه در درجه چندون برای رسیدگی قرار میگیره نسبت به این موضوع شکایتی در نشده <applause> که ما از محتوای شکایت بخوایم رو کاتگوری بندی کنیم چیزی که مشخص است دخالت یک فرد در پروسه انتخابات حالا به نظر شما همین در هم در درجه چندم است؟ با اگر صرف یک دخالت یک فرد باشه در اون صورت در درجه اول نیست. شکایتی که در درجه اول است که مشخصا درج میشه که در اینی محل، در اینی مرکز مشخصا اینی قدر آرای تقلبی به نفع یک کاندید مشخص ریخته شده و این آرای ناپاک است باید پاک شود با ادعای طرف, بله. طرف را بگویم ادعای طرف است که کار را که آقای امر خیل کرده تاثیر روی کل روان گذاشته در, در تمام مورد در یک لحظه امی دای خدا اما کسی که شما میگید ادعا کرده باید من مطرح کنه یا نه ببینید اگر کار به ما محول شود ما مطابق آن چی که برای کمیسیون شکایت انتخاباتی مهم هست او را بررسی میکنیم اول به نظر شما این مهم نیست نه, خ... نی نیست خیلی مهم است اما امو فر طرفی که یا همون مجموعه ای که مشخصا سر از موضوع انگشت میمانه من حیث مدعی او خوب ادعای خود مطرح بکنه که ما بر اساس از او ببینیم که ای را باید حالا بررسی کنیم یا میشه که ای را بعدا بررسی کنیم حالا که میگن که اگر اونا شکایت درچ کنن نکنن بر شما مهم است چه زمان رسیدگی میکنین به این؟ در, در اون صورت باز کمیسیون شکایت انتخاباتی با توجه به اهمیت موضوع نسبت به اینکه در چه زمانی به اون رسیدگی صورت بگیره تصمیم خواهد گرفت ممکن هست میشه که میشه خب شما کار کردین میدونید چه زمانی خب تصمیم یک فرد نیست این تصمیم یک فرد نیست در اول باید ما با باشیم که نسبت به این موضوع شکایت میشه یا نمیشه بعد از او در اون صورت ما تصمیم بگیریم که در هر چیز زمانی این قابل بحث است بعد از, از اما اگر باید ما یک عضو کمیسیون نه بله. ببینید میتونین بگوین اگر... که اگر شکایت درج نشه چه زمانی خب، در روز در صورتی که گذشته از هم چه قضای را در درجه چند قرار دادین و چه زمانی برش در صورتی که شکایت در نشه چون این ادعا بالای شخص است بالای فرد است اتهام بالای یک فرد است این مستقیما تاثیر بالای صندوق های آرا و میزان آرا که در نتیجه انتخابات تاثیر و کم یا زیاد کنه آرا را نمیمونه من باز هم تکرار می‌کنم. ادعای طرف است که عمل کرد امین فرد تاثیر روی اون چیزی که میگن داره که میگه نداره. مستقیم ببینید این مستقیم بالای کمیازات شدن آرا تاثیر نمیمونه بلکه بلکه شکایت های دیگه ای ما داریم برفرض میگه که در ولایت خوست بیشتر از میزان واجدین شرایط رای داده شده این مهمتر از این موضوع است با وجودی که همین موضوع به این رب میگیره یا مثلا در ولایت برفرض فاریاب یا بدخشان یا هر ولایت دیگه که میگه مثلا افرادی به دستور فلان شخص اینی کار کرده آرا اینی قدر اینجا اضافه پیدا شده اگر می بینید؟ یک اگر, لازه. اگر ادای طرف بعدن که خودشان پیگیری کنن و شما بفرستن و بیان درچ کنن شکایت را معلوم شوه که عمل کرده از این فرد نتیجه چی باشه که بیشتر تقلب صورت, صورت گرفته در جایی که شما شاره میکنید مثلا خود در اون صورت, چی میکنه؟ در او صورت موارد محلات مراکزی که مشخصا منتصب به این شکایت و این فرد میشه ما اول اونها را برش رسیدگی میکنیم که نتیجه انتخابات معلوم شوه بعد از او ادعا بالای شخص مثل سایر کارمندای انتخاباتی که شکایت علیهشون موجود هست به بررسی گرفته میشه تمام جوازایش باید بررسی شه مثلا اول باید به اثبات برسه که آیا این مثلا صوت که نش شده منتصب به این فرد هست واقعا منتسب به این فرد هست بعد از او آیا ای از مجاری قانونی کار شده یا نشده اگر از مجاری غیر قانونی شده اینجا ارگان های دیگه هم دخیل میشه چرا به چی در ترتیب باید... نهایتش موضوع بله. کلام و پیچیده است که, که این همین کارها را باید شما انجام بدین ما ب... در خاطر از, این که, مسائل که... بخاطر از... بخاطر این, که, ادای طرف روی این مسئله در گام نخست امین است بعد میگن که خب در در بعضی مشخص کنند. چرا هم باشه ببینید بله. ما خو خوش آمد بگیم برشون همال هم مشخص کنن مشخص کنن که بر اثر انمی انمی تقلبات که منتسب به یعنی می شکایت هست فلان جا آرا اضافه شده کم شده ما اون اول تکلیف آرا رو باید مشخص کنیم مطابق طرز عمل رسیدگی به شکایات انتخاباتی به خاطر اینکه طرفی است که عمل کرده این فرد در سراسر سر افغانستان تاثیر خواهد خب داشت درش کنه ادعای خود درج کنه تا ادعا درج نشه ما از محتوای از او چه قسمی رو حالا یک نکته در رابطه به شما بگم که طرف ادعا میکنه که از صلاحیت شما بالاست نه از صلاحیت ما ما, ما میپذیریم ببینید در بخش با بخشش میتونیم موافق باشیم حداقل چون موضوع موضوع مسئله استخباراتی است اگر 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 بر فرض مجاری به دست از این اسوات برش پرداخته شود مسلما اصلا در حوزه ای صلاحیت <applause> ما نیست ما نمیتونیم من یک منبع یک یک اداره استخباراتی و کار بکنیم کشف بکنیم که از کجا شده خب آقای ما گفت باید... در تمام ما چون بس نه. بس انتخابات نه جم جم ما ببینید خب ما 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 که دستگاه کشف نداریم تشخیص اسواد نداریم ما کریمینال تکنیک نداریم اگر اگر, ما... شکایت ما اگر شکایت در اگر شما مجبور نیستن که خود شما بفرستین به یک در صورت بله او صورت ما خود اقدامات قانونی خود انجام بدیم برای تثبیت ازی یعنی ما از از مجاری که لازم هست برای تثبیت و ای که علم خود پیدا بکنیم تا بتونیم نسبت به او تصمیم بگیریم همه اقدامات قانونی خود انجام بدیم در اون شکی نیست اما همون قسمی که پیشتر شما هم اشاره کردید این بخش های از این قضیه یا بخش های زیادتر از این قضیه مربوط به کمیسیون شکایت انتخاباتی نمیشه یعنی بخش هایی که مح... چه مثلا بحث جرمیش ب... بله بحث جرم... آقای از غری میگن که بحث دست... جرمیش هم مربوط شماست نه با ما مربوط نمیشه نهایتش ما ممکن است که ارجاع بکنیم به ادارات, ادارات دیگه بله. ما گفتیم که وقتی که برای جرمی پیدا میکنیم <تصفح> کمیسیون شکایات دی وظیفه را داره رو که به نادای عدلی و قضایی ارجاع کنه. بله در گام نخستم این کار شما شما باید ارجاع <تصفح> کنید. چیزی که ما پیشتر خودم هم میگه پس <تصفح> یعنی پیش از اینکه شما از آقای اصغری پوزان کنید گفتم که مواردی که در اونجا قضایا احساس میشه که جرمی است به به حکم قانون انتخابات ما مکلف هستیم موضوع را به ادارات عدلی و قضایی راجع بسازیم تا اونا تثبیت بسازه. حتی اگر ما ممکن است که برای روشن شدن از این موضوع بسیاری از بخش ها و مسائلش را راجع بسازیم به ارگان های دیگه از اونها جواب بخوایم ولی جواب دلیل دو میره که ستاد انتخاباتی آقای عبدالله مطرح میکنن که اول میگن که صلاحیت شما نیست دو میگن که اعتماد نداره بالای که های شما این این موضوع رو من نشینیدم تا چیزی که من امروز از آقای سانچارکی شنیدم به مصاحبهش از تلویزیون شما هم پخش شد گفت که ای از حوزه صلاحیت یا توان کمیسیون شکایت بالا خود عبدالله در, مقارن... در نشست‌های خود بارا گفتن که از این بابت بالای کمیسیون ها اعتماد خب او مربوط به خودشان است ولی ما من حیث یک نهاد قانونی که در پروسه انتخابات صلاحیت های قانونی خود داریم فراتر از قانون هرگز نیندیشیدیم و نمیاندیشیم و پای خود فراتر از قانون هم نمیمانیم در حوزه صلاحیت های قانونی خود به هیچ کسی اجازه را نمیتیم که دخالت در امور صلاحیت های قانونی ما بود آقای اسپین شما بیشتر بس اهمیت را مطرح کردین که نظر به اهمیت شکایت که میسون شکایت های انتخاباتی میپردازه به شکایت و بررسی میکنه در ادعای که یک طرف داره روی انتخابات به می خاطر هم حالا رابطه خود با کمیسیون های انتخاباتی به تعلیق در آوردن فکر میکنین که از این کرده موضوع انتخاباتی با اهمیت است. من فکر میکنم ادعای را که یکی از صدادا داشتن تنها قضیه آقای دنبال یا قضیه آقای امرخیل نیست بلکه اینا گفتن که آرایی که تقلب شده در چند ولایت مخصوصا تعداد واجد که شرا... که واجد شرایط است ولی آرای ریخته شده بیشتر از اوست شک ایجاد کرده و ای باید کمیسون پاسخ بده و یا هم در مجموع ارقامی را که از اشتراک مردم کمیسون ارائه کرده باید میکانیزم هایی را که چی اساسی محاسبه را کرده ارائه بکنه من فکر کنم این هم جزی خواستای از اونا بوده. حالی آمدیم از نظر پرنسیب اصول در تمام دنیا معمول طوری است که اول به مشکل میپردازن باز به با عامل مشکل بعدا عامل روشن میکنن و عامل هر که بود فرد بود نظر به قوانین مجازات میشه و اگر عامل دستگاه بود دستگاه اسلام میشه اگر قوانین بود قوانین تعدیل میشه بنان آلی ولویت دائما در تمام دنیایی است که وقتی به شکایات میپردازن و ما فکر میکنیم ادای ستاد دکتر دا سید عبدالله هم, هم میست که اول باید قضیه به با هیچ صورت به هیچ قضیه هم برخورد سیاسی صورت نگیره و فراموش نشه حتما کمیسون مکلف است که به او بپردازه یک مثلا از نظر تقدم و تاخر من پیشتر گفتم در تمام دنیا اصول است اول به مشکل میپردازن باز به با عامل اول قضایایی که مثلا بسیار تاثیر مستقیم بالای نتایج دارد شکایت ها در رابطه درد شده و یا خواست ستاد است مثلا کدام ملایات مشکوک است و کدام مسائل باید کمیسیون جواب برداشت ستاد انتخاباتی آقای عبدالله است که عمل کرده آقای امرخیل و این اسناد را که بدست دارن میگن که نشان میده که تمام پروسه هر از حد کمیسیون فکر میکنین که خب کارهای دیگه باید صورت بگیره؟ ببین کمیسیون شکایت دو نوع بررسی داره یک بررسی قضیه به بر قضیه با هر قضیه جداگانه با هر شکایت جداگانه باید بپردازه و هم باید ریشه یابی کنه کدام مشکل ارتباط زنجیری با یک دیگر داشته که ای را بعد در اخیر پروسه باید رعایت بکنه در تمام دنیا همین معمول است یک حزب میآید در جریان پروسه تقلب میکنه کمیسیون شکایات راستن میره اول به تقلب میپردازن ولی طبعا در جریان بررسی ها متوجه میشه که این تقلب سازمان یافته است توسط کی از طریقی کی و کیا صورت گرفته اما, اما در بعد صورت اون عوامل مشخص وجود نداشته باشه در مورد اون فرد نزد خود کمیسون چطور میتونه می، می که به خود جرم پردازه پیش از اینکه با عاملش بپردازه اسناد وجود داره این نواری که از من فکر می کنم یک خب این نوار برمیگرده به فرد به آقای امر خیل باید این قضیه به این قضیه فکر نمی کنین کاملا به این با ای قضیه باید بپردازه کمیسیون شکایت حتما ولی من میگم که از نظر ولویت امکان داره قضایایی را که کمیسیون میال کمیسیون شکایت به او بپردازه باز شماری صورت بگیره و بعدا در اخیر به قضیه آقای ممرخیل بپردازن بعد از معلوم شود که این قضایا با او لینک داشته ارتباط داشته که او باز جزی بررسی های کلان کمیسیون شکایات است که در آخر میای راپور می ده عمو عوامل مشخص میکنه در فلانه ولایت فلانه ولایت ده صندوق 20 صندوق که دوجه تقلب بود عاملش این قضیه دیگه بود که ما علایده به او بررسی کردیم در در شرایط فیلی ادایره طرف داره فکر میکنه که عملکرد آقای امرخیل تاثیر روی روند و منجر به تقلب های گسترده شده این ادای ستاد انتخاباتی آقای عبدالله میگن به عنوان یک کسی که در این روند بودین نظارت کردین کمیسون امین حالا به این قضیه پردازه یا بعدا؟ ما فکر میکنم امی خود ستاد دکتر سر عبدالله ایران نگفته که شما کل چیز رها کنین بیاین این, این می نواره بهش بپردازین اینا گفتن که ما امین نیست یک سنت بر تان میکنیم می میره با اساس قضاوت بکنین و ما اینی شکای خود داریم ادای ما را دنبال بکنین. اگر, اگر این اداره ندارن با خاطر امین مثلا گفتن که در قدم نخست میخواین که آقای مرخیل بر کنار شود یا از فیش به تعلیق در بیا بعدش هم این نوارها را به خاطر نسپردن به کمیسیون شکایت انتخاباتی که خیلی ها با اهمیت است و از این ها بالاست نی به با هر حال اگر باشد بسیار ضرور است که این نوارها به کمیسیون شکایات سپرده شود و کمیسیون شکایت مسئول است که به این بپردازد ببینید یکی خو مسئله اعتماد یک مسئله است ولی توانایی ها فکر می کنم کمیسیون شکایاتی توانایی را داره و نمیتونه بگویم که توانایی ندارم چرا بخش الکت ملل متحد که یک سازمان بسیار متخصص است تعقیب از اینا وجود داره و کمک های تکنیکی را برشان میده این کمک های در تمام ابعاد است اتهامی قضایا هم اتهامات هم که وجود داره این نوار در رابطه با این نوار میتونه برای اینا متخصصین بده این را ثابت بکنه اما بازم میاییم تقدم و تاخیر بر رسیدگی این قضیه و شکایات دیگه مستقیمی که وجود داره هم از طرف ستاد دکتر شیخ عبدالله هم از طرف دکتر ستاد دکتر شیخ که به او اولویت میتن و یا به ای اولویت میده ای صلاحیت های از ایناست ولی پرنسیب من برای شما گفتم که در تمام دنیا معمول است اول میان به مشکل میپردازن بعدا عامل شد طبعا درباره عامل هم یک عالم در اسناد می باشه ولی او, او قضیه را حتما دنبال میکنه کند برداشت از اونا همین مسئله بزرگترین مشکل است آلی ببینید از نظر مسلحت من فکر می کنم اگر آل کمیسون بیاید تنابه ای بپردازه من فکر می کنم کار تخصصی نخواهد آقای از غری برداشت شما چی در این رابطه با توجه به ادعاهایی که صورت گرفته و بحث مشکل را آقای سپین غرمت را کردن حالا با باور ستاد انتخاباتی آقای عبدالله بزرگترین مشکل در انتخابات عمل کرده آقای مرخیل بوده ما پیشتر هم گفتم که سه خواست داکتر ستاد دکتر سهر عبدالله بود یکی برکداری یا تعلیق کار آقای عمر خیل بود دوم امو حضور اشتراک مردم کمیسیون باید از وزارت میداد باید دگیش دستگی به تقلبات است که رسیدگی به تخلفات و تقلبات بسیار گسترده ای که اونها اشاره کردند یا هم یکی از شرطایش بود که آله آقای بوسیدی اشاره کردند که اونو موارد جدی از فعلا مثلا پنج ولایت بسیار در اولویت قرار داره که تقلبات است که او سر نتایج تاثیر داره واضح است که عوامل که باعث از او تقلبات شده ممکن آقای ابرخیل باشه ممکن اشخاص دیگه در کمیسیون انتخابات باشه ممکن افراد دیگه باشه ولی نکاتی را شما کردین خواستا خواست اول آقای عبدالله به تعلیق در آمدن کار آقای مرخیل بود دوم بحث هفت میلیون رای دینده بود بلکل. که باید ارائه توضیحات بود و سیوم هم تناسب آرا زمانی که خواست اول خود را مطرح میکنن در مورد آقای مرخیل میگن که نکات دوم هم رب داره به عمل کرده از این بلکل. اینا خاص اول از نو ای گپ نبود که رسیدگی کنند اونا را گفته و تنها با حالت تعلیق کارش برین دولت تعلیق به این مونا که این در آینده اگر کمیسیون اینی رس اینی دور انتخابات پس میشه میتونست آقای ابل پس دوباره به کمیسیون به نظر به ستاد دکتر دا صاحب عبدالله وقت کال که استفاده داد اونا واضح است که به قضیه باید پرداخته شوه من نیست قابل بسیار اصلی اما چه زمانه امین خیلی مهم اما زمان ما کردم که انتخابات ار مرحله انتخابات زمان بندی داره ما نمیتونیم از زمان اگر از دو زمان بندی شان عدول کنیم او هم خودش یک تختی یا یک تخلف است بنان اگر صرف به یک قضیه که یک قضیه مغلق است و تمام اسناد و شواهد در رابطه پیدا کنند تمام زمان سپری می و موارد جدی که تقلبات است که به او رسیدگی نشه که در نتایج آرا تاثیر داره بازی خودش ناتکمیل میمانه روند شما فکر میکنین که موارد جدی تر از این وجود داره بلکه آقای موسینی پرسش آخر حالا شکایت درج نشده روی مسئله آقای امرخیل و نوارهای سوتی مشخصن که دای ستاد انتخاباتی آقای عبدالله چه زمان این پرونده را باز میکنین رویش کار را انجام میدین؟ خب اگر مربوط شود به کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی ما من حیث یک موضوع ماهوی که مشکل در پروسه انتخابات ایجاد کرده ممکن هست که ایرا بعد از ختم پروسه انتخابات و نتیجه انتخابات ایرا سرش بکنیم و بررسی بکنیم ای البته هنوز کمیسیون در زمینه تصمیم نگرفته چون موضوع درجه دوم حساب میشه اما اگر شکایت یک در ش... اگر،, اگر, اگر, اگر ثابت شود بعد از انتخابات بررسی شما ثابت بسازه که عملکرد آقای امرخیل عمل اگر منجر به تقلب ها شده و نتیجه را تغییر داده او زمان فایده داره به نظر شما خب دوس زمان هم مکانیسم های حقوقی دی زمینه وجود داره که میشه بر مبنای از او چون فعلا گپ سرزیسه که نتیجه انتخابات باید معلوم شد و از سرنوشت آرا تکلیف آرا معلوم شد و این هم بر اساس زمانبندی مشخصی که قبلا جناب اقای اسخری هم به این موضوع اشاره کرد ببینید صرف اگر یک چنین ادعای باشه بالا یک کارمند دولت و یک کارمند پروسه انتخاباتی خب اگر ممکن است کمیسیون شکایت انتخاباتی را در اولویت دوم خود قرار بده اما اگر نسبت به این شکایتی درد شود و محتوای زی شکایت توری باشه که بله مرتبط به با ای بالای اینی آرا، اینی ولایات، اینی مناطق، اینی جاها تأثیر خود میمانه یا حتی ایده هاشو به کل افغانستان یک لحظه گفتین بعد از انتخابات درسی نه 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 اگر در بیام نگفتم بعد از انتخابات گوش کن گفتم گفتین بعد از انتخابات این درسی نه, نه گفتم, شما شما گفتم که ببینید گپا باز اما از کار زبان گفتین بعد از انتخابات این پرونده را باز نه گفتم رقم ما گفتم که نه ببینید ما گفتم که اگر این صرفا موضوع راجع شا به کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی ممکن است ما در درجه دوم قرار بتیم ولی اگر محتوای شکایت یعنی شکایتی درد شوه و محتوای شکایت طوری باشه که بالای آرا مشخصا در مناطق مختلف یا حتی کل افغانستان ادعا شوه که بر فرض شکایت درد شوه که انمی موضوع اما من آغاز با... پرسیدم که اگر شکایت درد نشد چه زمانه؟ یا... خ... گفتم که اگر شکایت درد نشد و برمگرده به کمیسیون شکایت انتخاباتی که به اولویت و درجه چندوم قرار میده یک دوم شکایت اگر درد شوه با توجه محتوای از شکایت حتی اگر اینا اظهار بکنه که انمی موضوع کل افغانستان صدا ما زده خب ما مجبور هستیم تصمیم خود راجع به بگیریم یعنی اگر اگر چنین چیزی باشه بله بله اگر اسناد ارائه بکنه برای ما دلایل مشخص ارائه بکنه ادعایشون مشخص باشه ما رو ممکن است وادار بکنه حتی به با بازشماری کل همه جا یعنی این دیگه صلاحیت های خیلی کوتا اگر بگوین که مردم هم بدانه نزد شما هم چو در درجه چندم است و اگر شکایت در نشد چه زمان دو... تخلفات تخلفات کارمندای انتخاباتی که بالای نتیجه انتخابات یعنی مستقیما روی نتیجه انتخابات اثر نداشته باشه مشخص نباشه که بالای کدام آرا این اثر داره ما او را در درجه بی قرار دادیم اما جایی که تخلف کارمند انتخاباتی مشخص شود که باعث مثلا افزایش آرا در فلان جا فلان جا فلان جا شده در اون صورت ما اولویت به این میتیم که تکلیف آرا را اول مشخص بکنیم حالا به نظر شما این قضیه در درجه دوم قرار داره نزد شما صرفا یک یک تخطی فعلا صرفا یک تخطی یک کارمند انتخاباتی است یا یک مسئول انتخاباتی است یک کارمند دولت ولی اگر شکایت در و محتوای از طوری باشه که آرا را متضرر بسازه در صورت ما اول باید به موضوع آرا رسیدگی بکنیم بعد او این که جنبه های قضیت چی هست و نهایتش فیصله چه زمانی بعد پرونده را باز میکنین اگر در درجه دوم قرار داشته باشه پیش در درجه دوم پس ا... نه در 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 درجه دوم پس از اینکه نتیجه آرا ما بررسی های آرا ختم کردیم یعنی تکلیف آرا را شکایت هایی که بالای آرا هست ختم شد و وقت حرفم نیست که پیش از اعلام نتیجه هست پیش از نتیجه انتخابات باشه ممکن بعدش باشه اما اگر بعد از نتیجه انتخابات باشه و سوال اساسی هم هست که و تحقیقات شما نشان بده که واقعا این فرد تاثیرگذار بوده روی نتیجه آرا کارش چه میکنه؟ خب او یک اگر است ممکن است که تحقق پیدا نکنم مو پیش از انتخابات برسی کنم خب اگر خب اگر شما میگید اگر یعنی <تصفح> آقای اسمینغر این را شما پاسخ بتین اگر بعد از انتخابات ثابت شود که واقعا تقلب های این تقلب ها ادای صورت میگرد این فرد تقلب کرده باز نتیجه انتخابات چی میشه؟ نتیجه میلام در کل دنیا معمول است وقتی کمیسون شکایت یک نهاد دائمی است تنها انتخابات کار نمیکنه بعد از انتخابات هم اگر برملا میشه فساد انتخابات از است، سوء استفاده است از صلاحیت ها مسئولیت کمیسیون است که به او بپردازه تاثیری هم که کرده هایی است که بر اساس مکانیزم با به او بپردازه سپاس. سپاس از حضورتان در این ما هم از شما تا برنامه دیگر و فرصت دیگر شب خوش خدا